نرخ بیکاری در اسپانیا در 3 ماهه آخر سال 2012 به بالاترین حد خود از سال 1970 تا کنون رسیده است. آسیب پذیرترین قشر در این بین جوانان زیر 25 سال هستند. مطابق آمار و ارقام در 3 ماهه چهارم سال 2012 حدود 60% جوانان اسپانیایی بیکار هستند. چه چشماندازی برای سال 2013 داریم؟ اگر سال 2012 سال بدی بود، میتوان چشمانداز اسپانیایی ها برای امسال را نیز تصور کرد. هیچ چیزی وجود ندارد. در 3 ماهه آخر سال 2012 بیش از 5 میلیون نفر فاقد شغل هستند. این در حالی است که در سال 2011 5,270,000 نفر بیکار بودند. میزان بیکاری در سال 2010 4,690,000 نفر اعلام شده است. فرناندو خیمنز لاتور، معاون وزیر اقتصاد اسپانیا، میگوید انتظار داریم امسال تحولات منفی مربوط به تولیدات اقتصادی و بازار کار کاهش یابد تا بتوانیم سال را با آمار و ارقام مثبت پایان دهیم. اعمال اصلاحات در بازار کار مانند یک ماشین تخریب کننده است که فرصت‌های شغلی در کشورمان را از بین می‌برد. اسپانیا از سال 2009 در رکود اقتصادی به سر می‌برد. تلاش‌های ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور برای خارج کردن کشورش از رکود اقتصادی در سال 2012 به نتیجه قابل توجهی نرسیده است.